در این قسمت میخوام بهتون نشون بدم چه تفاوت بین کم خوردن یا محدود کردن کالری و هیچی نخوردن یا به اصطلاح فست وجود داره چه تحقیقات رو میشه مقایسه کرد من چی تجربه کردم و چی یاد گرفتم ببینم کم و تعداد دفعات بیشتر خوردن خوبه یا زیاد خوردن در تعداد دفعات کمتر در این زمینه بین علما خیلی اختلاف هست هر کس ما رو به یه سمتی میفرسته که میتونه گیج کننده باشه اینجا نگاهی به این موضوع از نظر علم و مذهب میندازم من فرشید جلیلیان هستم و پزشک نیستم حتی سعیم نمی کنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی هستم که در زمینه تغذیه و ورزش پیشرفت خیلی مشتاق کنجکاو و فعال هستم تو کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم که تا جای ممکن از دکتر و هزینه های بیخود دور بمونید با درس مورد علاقه من یعنی تاریخ شروع کنیم البته این سری خیلی به عقب بر نمیگردیم و با انسان اولیه کاری نداریم برمیگردیم 1944 یه تحقیق در زمینه گشنگی در مینیسودا آمریکا انجام میشه هدف درک بهتر محدود کردن کالری برای بدن بود که ببینن گشنگی که اکثر مردم بعد از جنگ جهانی دوم باهاش درگیر بودن چه اثری روی بدن میذاره 36 مرد با میانگین وزنی 69 کیلوگرم انتخاب شدند. برای سه ماه رژیمی شامل 3200 کالری در روز مصرف کردند. بعدش به مدت 6 ماه 1750 کالری در روز مصرف کردند. غذاهایی که مصرف شده بود عموما کربوهیدرات بود مثل سیب زمینی، پاستا و مقدار کمی لبنیات. طی این 6 ماه شرکت کننده دچار تغییرات جسمی و روانی زیادی میشن. اکثر افراد به سرد بودن هوا اون هم در تقریبا تیر ماه اعتراض میکنند. توانایی جسمی افراد تا 50 درصد کاهش پیدا میکنه افراد شرکت کننده هیچ علاقه ای به هیچ چیزی جز غذا نداشتن و مدام به اون فکر و برنامه غذایی رو دنبال میکردن دو نفر از شرکت کننده ها رو از تحقیق بیرون میندازن چون کاشف عمل میاد که شب ها یواشکی میرفتن دنبال تهمونده غذاها و بارها غذا دزدیده بودن شرکت کننده ها اجازه داشتن که آدامس بجون و در های آخر مصرفشون به چهل تا در روز میرسه حالا بیایم این تحقیق رو که یه ور قضیه است با یه داستان دیگه مقایسه کنیم که نقطه مقابله مردی قرار داره به اسم اینگس باربری اگر اشتباه نکنم اسمش رو ایشون در سال 1973 میاد به مدت 382 روز تقریبا 13 ماه چی نمیخوره هیچی بغیر از آب قهوه و چای این عزیز 207 کیلو وزن داشته و در آخر دوره به 80 کیلو میرسه ایشون کل مدت تحت نظر بوده یه تحقیق جامعی از کیسش بیرون میاد تو این تحقیق اشاره شده که بیمار کاملا سالم بوده و هیچ گونه علائم خاصی مشکل فیزیکی یا روحی نداشته. ایشون هیچ اعتراضی به گشنگی نکرده وزنش هم تا سالها روی 80 کیلو باقی مونده. البته که این دو مورد رو نمیشه با هم خیلی خوب مقایسه کرد. مورد اول 36 نفر، مورد دوم فقط یک نفر، اما یه چیز جالب میشه ازش یاد گرفت. و اون این که چقدر واکنش بدن و مخصوصا مغز میتونه نسبت به کم خوردن و اصلا نخوردن متفاوت باشه. بیاین نگاهی به نظر ایشون بندازیم آقای فانگ کتاب اوبیسیتی کد یا کد چاقی به اصطلاح رو نوشتن ایشون در مقایسه بین فست و محدود کردن کالری به این نتیجه میرسن که محدود کردن کالری کمتر باعث کاهش وزن میشه و بیشتر عضلات بدن از بین میره همینطور شخص بیشتر احساس گشنگی میکنه و در مقایسه با فست یا هیچی نخوردن که خیلی برای فرد راحت تر بوده مورد بعدی که میشه بهش اشاره کرد این هست آیه سینکلر اگه اشتباه نکنم نتیجه تحقیقات روی خودش رو توی کتاب چاپ میکنه و خب جالب هست که خیلی سعی میکنه با کم کردن کالری وزن کم کنه و همیشه شکست میخوره اما در رابطه با فست اینطوری بیان میکنه که به طرز شدیدی روز اول گشنه بوده اینقدر گشنه که نمیتونسته توصیف کنه میفهمم چی میگه صبح دوم کمی گشنه بوده و بعدش تن، نه تنها گشنه نبوده که دیگه کلا هیچ علاقه هم به غذا نداشته ایشون در رابطه با فست فست های دو روزه هم نظر جالبی داره که میگه سخت این قسمت کار همون دو روز اول هست که منطقی نیست آدم همش در همون قسمت سخت باقی بمونه میشه مثلا یه هفته یه هفته ای گرفت چرا هی دو روز دو روز پرانتز باز کنم که من توصیه نمیکنم که اگر تا حالا روزه نگرفتید یه دفعه برید سراغ یه هفته ده روز کل میشید قلق داره که اگر یاد بگیرید اصلا یاد نمیشید ایشون امتحان میکنه که مقدار کمی میوه بخوره ولی باز به این نتیجه میرسه که همون یه ذره باعث میشه که مدام به غذا فکر کنه من تا حالا روزه انقدر طولانی نگرفتم ولی خیلی جالبه که ایشون میگن انسان خودش میفهمه کی باید دوباره شروع به خوردن کنه وقتی که گشنگی برگرده گفتیم که گشنگی روز دوم یا سوم به کل قطع میشه و بسته به اینکه شما چقدر چربی داشته باشید یا به عبارتی شارژ داشته باشید ممکنه بعد از ده روز یا صد روز دوباره گشنه بشید اون مردم اما فکر میکنن که ما همینطور مدام گشنه تر و گشنه تر میشیم اما تجربه خود من میگه که حرف ایشون درست است و از روز سوم به بعد دیگه فکر غذا هم سراغ آدم نمیاد این فکر غذا یا حس گشنگی از هورمونی میاد به اسم گرلین همین که این هورمون ترشح میشه به ما حس گشنگی دست میده و شدت حس گشنگی به شدت ترشح این هورمون بستگی داره شدت ترشح این هورمون هم به شدت ترشح انسولین بستگی داره این هورمون میتونه در اثر استرس هم حتی در بدن ترشح بشه مفصل راجع به استرس و پرخوری عصبی توی ویدیو صحبت کردم لینکش رو میذارم برید اون رو هم ببینید اما در 2005 میان روی این هورمون در زمان روزه طولانی بیشتر زوم میشن و اثرش رو بررسی میکنن مشخص میشه با اینکه شرکت کننده ها هیچی نخوردن اما باز هم هورمون گریلین توی بدنشون هر چند با شدت کمی اما تولید میشه جالبتر اینکه این که زمان ترشح هورمون با زمان تقریبی سه اصلی یکی بوده و اینکه بعد از یه زمان مشخصی هم هر سری پایین تر میاد یعنی برای من زیاد پیش اومده حس میزنم برای شما هم پیش اومده باشه دقت کردین که اگر معمول ساعت یک نهار میخورید و یه روز سرتون خیلی شلوخ و نمیرسید غذا بخورید بعدش چی میشه چند ساعت میگذره دیگه گشته نیستید اصطلاحا میگن از گشنگی سیر شدم که خب توجیه علمیش همینه باز تو همین تحقیق موردهای جالبی هست یکی اینکه به مرور هر روز مقدار کمتری گریلین ترشح میشه و اون اوجش هی پایینتر و پایینتر میاد پس هر چقدر بیشتر بدون غذا سر کنید حس گشنگیتون کمتر میشه جالب تر و اینکه عجیب تر شاید اینه که برای خانم ها این هورمون شدیدتر ترشح میشه به عبارت این حس گشنگی رو خانم ها شدیدتر تجربه میکنن شاید هر حس دیگه ای هم همین باشه برای اینکه از شر یه چیزی توی این مورد چربی های شکم را چیم اول باید بفهمیم چطور چرا و از کجا اومدن در این رابطه تو ویدئوی چرا چاق میشیم مفصل توضیح دادم نگاهی به تکامل و کار خدا انداختم که شاید براتون جالب باشه برید اون ویدئو رو حتما ببینید که بتونید این مشکل اضافه وزن رو اول بفهمید درکش کنید و بعد بتونید حلش کنید اما تفاوت کم خوردن و نخوردن رو ببینیم تو ویدیو گفتم که چاق بشیم یا لاغر میشه به سادگی یک کلید بهش نگاه کرد مادامی که کلید ما بالا باشه یعنی انسولینی در بدن ما وجود داشته باشه ما چاق میشیم بدن شارژ میکنه خودش مادامی که انسولینی نباشه کلید پایین میاد و بدن ما شروع میکنه به استفاده از چربی های خودش یعنی در اصل باتری خودش وقتی این کلید مدام بالا باشه در پزشکی بهش میگن متابولیک سندروم. یعنی این کلید ریشه تمام مشکلات ما هست و وقتی که این سندروم رو داشته باشین خیلی مشکلات مختلفی مثل کبد و دیابت و گرفتگی عروق همه سراغتون میاد شما که کبد چرب دارید داستانتون با اونی که دیابت داره خیلی فرق نمیکنه مشکل هر دوتون از یه جا میاد اگر ما مکانیزم همین یک کلید رو یاد بگیریم دیگه کاهش وزن کاری نداره و این یک کلید در اصل همون متابولیزم بدن هست هورمون های بدن هست که اگر از تعادل خارج بشه اثرش میشه اضافه وزن پس مشکل ما در اصل اضافه وزن نیست یعنی خود اضافه وزن یه بیماری نیست بلکه اثر یه بیماریه چه بیماری مشکل عدم تعادل بین هورمون ها برگردیم به تحقیق اول دیدیم که اون 36 بنده خدایی که مدام گشنه بودن مدام یه چیز کوچیکی میخوردن حلوش 1700 کالری داشتن دریافت میکردن مدام یه انسولینی توی بدنشون ترشح میشده و این کلید انسولین رو بالا نگه میداشته بعدش هورمون گرلین هم ترشح میشده و مدام گشنه بودن رو به غذا فکر میکردن البته اون زمان احتمال نمیدونستن هورمون گرلین چی هست در این حالت بدن سراغ چربی نمیره فقط با همون 1700 تایی که بهش دادین میخواد سر کنه چیکار کنه که بتونه سر کنه متابولیزم خودش رو پایین میاره در آخر شما که قبلا مثلا 2500 تا مصرف میکردین الان میرسید به همون 1700 800 تا تو این تغییر دیدن که متابولیزم افراد تا 40 درصد تر اومده اما تو کیس دوم فرد بعد از چند روز دیگه هیچی نمیخوره بدنش هم هیچی انسولین ترشح نمیکنه و خب هیچ گریلینی هم ترشح نمیشه گریلین ما هم پایین میاد و قفل اضافه وزن شکسته میشه بقیه مثال هایی هم که زدم همگی باز با همین روند وزن کم میکنن مثلا آقای فانگ اشاره خوبی به این موضوع و متابولیسم میکنه تحقیقات ایشون نشون میده که بعد از چند روز فست متابولیسم کمتر نمیشه که بلکه بیشتر هم میشه خط قرمز که میبینید چند واحدی افزایش پیدا میکنه یعنی شما انرژی بیشتری نسبت به قبل میسوزونید If you don't do anything about your insulin and just reduce your calories, your metabolism goes down. But what happens during fasting? Well, here's a study of four consecutive days of fasting. What happens to your REE? This is this middle line here. That's the resting energy expenditure. It doesn't go down, it goes up. You're burning more energy than you did. میدونم باورش ممکنه براتون سخت باشه همش فکر میکنید باز کم کردن چه چیز خاصی هست چه فرمولی داره که مخفی مونده برای یه ده خاص ولی واقعا همینه ما سختش میکنیم دکتر و مربی سختش میکنن که شما رو توی تور خودشون نگه دارن یه مورد یه مورد راجب کم خوردن و کالری شماری بگم که خنده داره 7 سال پیش برای رژیم پیش دکتری رفتم ایشون برنامه سه ای به من دادن سه وعده اصلی و سه میان وعده. اون موقع پیش خودم میگفتم خب من همین الانش انقدر نمیخورم اینا رو بخورم دیگه هیچی اضافه میکنم لاغر نمیشم ولی حتی بودن دکترایی که میگفتن اولش شاید اضافه کنی ولی بعد بدنت درست میشه که خب الان میفهمم اون دکتر هیچی سرش نمیشد واقعا هیچی سرش نمیشد تقصیر من بود البته که پیش دکتر ای رفته بودم که خودش صاف صاف از در مطب نمیتونست داخل بیاد بگذریم همین داستان یک کلید رو یاد بگیرید یک کلید توی بدن وجود داره اون کلید تعیین میکنه شما لاغر بشید یا چاق بشید چربی اضافه بکنید یا از چربی هاتون به قول معروف برداشت بکنید خودتون رو شارژ بکنید یا از شارژتون استفاده بکنید اگر همین رو یاد بگیرید دیگه از هزینه های میلیونی دکتر و دارو جلوگیری میکنید بعدش هم فقط یه لایک اینجا هزینه کنید اشاره به مذهب کنم پس چیز عجیب غریبی در دینهای بزرگ دنیا نیست در مسیحیت اومده که برای فروتنی در پیشگاه خدا روزه بگیرید در یهودیت شش روز در سال روزه میگیرند دو روز اصلی از غروب آفتاب تا غروب آفتاب بعد و چهار تا کله گنجشکی از طلوع تا غروب در اسلام هم که آشنایی دارید خیلی بیشتر بهش تاکید شده همین تاکید بیشتر به نظر من از علل پایین بودن نرخ سرطان در خاورمیانه است اگر خیلی به مذهب علاقه ای ندارید یا در رابطه با فست کنجکاف شدید یا می ترسید شروع کنید نگاه من به فست از نظر تکامل رو توی ویدیو کلیات فست ببینید و مقایسه این نرخ سرطان در کشورهای مختلف هم شاید براتون جالب باشه لینک همگی رو توی توضیحات میذارم در آخر ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم براتون مفید بوده باشه اگر بود با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید تا اونها هم استفاده کنند نظر و تجربیات خودتون رو میتونید کامنت بذارید با لایک کردن و دنبال کردن کانال میتونید از من بدون هیچ هزینه ای حمایت کنید تا باز هم بتونم امثال این ویدیو رو درست کنم موفق باشید تا بعد